با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت، دخالت کنند در مسئله، حاضر بشن. اگر شما حاضر نشید و یه رئیس جمهوری مثل سابق براتون بتراشند و بازی بدن هممون را، هممون مسئول هستیم. امروز ملت ایران در آستانه حرکت‌های بزرگ به سمت قله هاست. در داخل کشور مسیر ملت روشن‌تر از گذشته و با اقتدار بیشتر انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. عزت و سربلندی، آبادانی همه جانبه، کرامت مردم، اجرای بدون ملاحظه عدالت، صیانت از حقوق و اموال ملت، تأمین مسکن و شغل مناسب، ثبات و امنیت شغلی، اجرای هدفمند کردن یارانه ها. ما دیه بیمه، دیه که بیمه میپردازه برای زن و مرد مساوی کرده. قبلا زن ها نصف مردا بودن. اون چیز رو ما گفتیم بله، اون حکم شرعه، اگر کسی از خودش میخواد بپردازه. اما بیمه یه صندوق قرارداد می‌بندیم، زنها و مردها یکسان می‌پردازیم. ایران باید به جایگاه برجسته علمی و سیاسی در جهان برسه. همه زیرساختاش الان آماده است. شما می‌خوام بشمارم. به ما میگن دروغ میگید، دروغ میگید. آیا هسته‌ای شدن دروغ است؟ فضایی شدن دروغ است؟ پیشرفت‌های بیوتکنولوژی دروغ است؟ پیشرفت‌های نانوتکنولوژی دروغ است؟ 20,000 اختراع دروغه؟ 20,000 مقاله علمی در جهان دروغه؟ راهن اصفهان شیراز دروغه؟ کرمانبم دروغه؟ این همه مدرسه و بیمارستان، کارخانجات صنعتی دروغه؟ 40,000 کیلومتر راه روستایی آسفالت شد دروغه؟ این بزرگ راه ها دروغه؟ 70% حجم دانشجویان در کشور اضافه شد دروغه؟ ادال اینها دروغه؟ اینها ثبت شده است. اگر بنده بگم آقا ما 3 لیوان ساختیم، میبرم با آدرس نشون میدم رو زمین، هر کس میخواد بیاد. ما باید منافع مردم رو حفظ بکنیم، منافع کشور و مساله کشور. ماهواره ملی امید را صادر می نمایم و به مناسبت شعارهای ملت ایران در دهه فجر 57 شعار الله اکبر را سرآغاز این حرکت نوین قرار می دهم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قادر هستند که به مرزهای دانش و فناوری امروز دسترسی پیدا کنند. منتها باید ما قاطعانه تصمیم بگیریم و پشتیبانی کنیم از اونها. همین ماهواره بر وقتی میخواست شلیک بشه، عده‌ای اومدن اینقدر نامه زدن، سر صدا، آقا نمیشود، موفق نمیشه، چه نمیشه. حتی کار در این دولت چند برابر شد. به طور طبیعی پروژه نیمه تمام تمام میشه دیگه. اما اینکه میگن هر کاری دولت میکنه مال دوره ماست، این از اون حرفای خنده دار. چطور 16 سال 4 تا دولت پیاپی کارا رو همه رو انجام دادن، نیمه کاره گذاشتن که بعدن تک میشه؟ این که خیلی بده. قبل تو 5 سال 49,000 پروژه شروع شده بود، 19,000ش تمام شده بود، بقیهش رسید به ما. در خود این دولت بیش از 100,000 پروژه شروع شده که بیش از 70,000ش تمام شده. این 7-8 میلیون تن فولادی که اضافه شد همش تو این دولت بود. پالایشگاه گاز پارسیان که بزرگترین پالایشگاه گازی کشور در همین دولت، کلید خودم دادم تمام شد. اصلا ما نرسیدیم بریم افتتاح کنیم. پایست. آموزش عالی رو گسترش دادیم، 70% نسبت به قبل گسترش پیدا کرد. در بخش ورزش شما ببینید امکانات ورزشی کشور تو این 4 سال 2 برابر کل شد. این اصلا یه معجزه است. این برای جوان هاست. 4 سال قبل با 4 سال الان ما حساب میکنیم، 4 سال قبل 11,000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی، تو این 4 سال 50,000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی. 75 میلیارد دلار ما فقط کار عمرانی کردیم. 20 میلیارد دلار دادیم به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری. 25 میلیارد دلار دادیم برای شفاف سازی یارانه ها به وزارت نیرو و وزارت نفت که بردن تو سرمایه گذاری هاشون. ده قدرت بزرگ در دنیا. ما با تجربه گذشته و اعتقادی که به نقد داریم مطلق عکس العمل نشون ندادیم. مطلق. گفتیم آقا اجازه بدید هر کس هر چی میخواد راجع به دولت بگه. میبینید 4 سال بیش از 20 تا روزنامه و صدها سایت و تریبون هر چی میخوان علیه دولت میگن. تهمت، دروغ، حرفای ناروا، تمسخر. ما تحمل کردیم، گفتیم اجازه بدید که این فضا آرام آرام برسه به یه نقد منصفانه که لازمه یه کشوره. ملت ایران میداند که این دوره جدید پرشورتر، پرکارتر، دقیقتر و انشاءالله همراه با پیروزی‌های بزرگتر داخلی و خارجی ادامه پیدا خواهد کرد. آینده درخشان از آن ملت ایران و ملت‌های عدالت‌خواه است و با لطف خدا و به رغم بدخواهان این آینده درخشان نزدیک است و محقق خواهد شد.